دارم میرم یه شغلی رو تجربه کنم که از همین اولش توی یه خطر هستم. برو کنار رو میزنه دراغو میکنه بچه ها خدافر. تگل بای بای بوی استرس گرفتم دوباره. هوا ولی اینجا خیلی بهتر از پایینه ها. اوه چقدر بزرگ اینجا. را رعایت فرمایید. کارکنان شیفت مقابل شما در حال استراحت می‌باشند. سلام. بفهم خود آقا. نه بیا یه دقیقه. آقای رشیدپور ما کجا میتونیم ببینیم؟ خب این الان طبقه چندومه؟ الان طبقه همکفه. والا 17 طبقه اومدیم بالا. میگی طبقه همکفه. این بر اگزیته. اون برم اگزیته. کسی نشمرده چند تا پله اومدیم؟ گفت راست؟ به چپ. با زور اینجا هم اگزیته. 27 26 آقا بیا. بذار من ببینم چی میکنی. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ آقای رشیدپور دیگه. حال شما خوبه؟ خیلی خوشبختم. من میثم راستفر هستم. خوبی؟ خیلی خوشم. اینجا علاوه بر قدرت بدنی استقامت زیاد و هوشیاری شما مهمه. من بد نیستم، نمیتونم حالا الان ادعا بکنم، ولی بد نیستم. شرایط بد آب و هوایی رو داریم، گرمای طاقت فارسه رو داریم، رطوبت بالا رو داریم. هیچ کدوم از اینا نباید تأثیر بذاره و مرتبم من باهاتونم و ازتون کار میکشم. یعنی برنامه اینه که شما کار کنید. آقا فیلم ها برای ما فرق نمیکنه، چون شما میاد جای من مجبورم از شما استفاده کنم، یکی از نفراتمو آف کنم، شما جای اون کار کنید. اینجا حفاریه. اینجا دقیقه مهمه. شوخی هم نداری؟ شوخی هم نداری. نزیبا در نکنه. خیلی مهم میشه. ببین یه اشتباه کردم بزرگ بنویسیم برگردیم. این شوخی نداره ها. این اگه منم به کار بکشه شما هم پا به پای من باید کار کنیم. من بهتون استراحت نمیدم ها. باش. نه من برگردم. خطر اینجا موج میزنه. در بعد به ورود بردنمون واحد ایمنی و کلی مسائل رو برای ما بازگو کردن. مهمترینشون شناخت آژیرها بود. خیلی هم جدی بودن. این که آتشه. این فایر بود یا آتش؟ اکشن شما چیه؟ سریع مراجعه میکنیم به اتاق یا حالا جایی که جلیقه نجات داره، جلیقه نجات رو میپوشیم. اون کارتی که بهمون میدین رو برمیداریم، میریم بالا برعکس میذاریم و وای میسیم سر جام. احسن. گاز. خب شامل چه گازهایی میشه؟ سد چی؟ H2S و
یکی چی بود؟ متان. متان. H2S و متان. اینم ماسک اکسیژن با کپسولش، جلیقه نجات، کارت، سر جا، وایسین ببین چی میشه. احسن. اوه اوه اوه. خداحافظ سکوه این دیگه. یا اصطلاحا ترک سکوه. ترک سکوه. و در نهایت آخرش جنرال بود. این همونی بودش که ما داریم یه کاری میکنیم به شما ربطی نداره، ولی بدون این که در جریان باشین یک اتفاقی افتاده. همون صرفا جهت اطلاع. صرفا جهت اطلاع. احسن. خب این بحث آلارما و مانورایی که ما هر هفته اجرا میکنیم و شما باید شرکت کنید و بهترین اکشن رو داشته باشید. دستگاه اسم خارجی باید براش بگم، ایرانی براش بگم. اسم خارجیش بهش میگن دستگاه تاپ درایف، ولی ایرانی که فارسی خودمون بهش میگیم میگیم گرداننده فوقانی. گرداننده فوقانی. گرداننده حفاری با این دستگاه انجام میشه. این دستگاه یه حالت قلب حفاری داره. آها. اینجا هم که میبینین ابتدای چاه حفاریه، یعنی این ابتدای چاه ماست. ابتدای چاه حفاریه. حفاریه، بله. این دستگاه توانایی اینو داره که هر چقدر، چون ببینید الان مثلا ما حفاری میکنیم تو عمق 3000، 4000، 5000 متر، لوله، مته، تجهیزات حفاری میرن پایین. این دستگاه توانایی بالا آوردن، پایین بردنشون رو داره. علاوه بر اون، زمانی که حفاری شروع بشه، با این دستگاه باعث میشه که مته بچرخه، یعنی چرخشو به مت این دستگاه ایجاد میکنه. شما از مثل که پایین شروع کردین رسیدین به مدارج بالا دیگه. بله، من از کارگرش یعنی نفر شستشوی سکو 16 سال پیش شروع کردم. ماشاءالله. خب الان رئیس دکل هستن. ماشاءالله. آقا هم شروع کنیم؟ بریم آقا شروع کنیم. وسیله ایه که میبینید سه تا دسته داره. ما اینو میندازیم تو دهانه چاه که وزن این لولایی که داخل چاه هست رو بگیره، مهار کنه. فقط کمرتون رو منو نگاه کنید، کمرتون از زانوها. آره، کمرتون رو خم نکنه. بله. کمرتون راست باشه، دستگاه رو بگیرین بیارین جا بندازین، مطمئن شید دستگاه جا افتاده، دسته رو کنار بذارین. بعدش بعد بریم سراغ این آچار. اینو باز کن خودت. باز میکنی ببینید دو تا جا داره، یکی اینجا داره، یکی آها. اینجا داره. اینجا رو میگیری میبری سمت لوله، به پایین لوله میزنی. بله. باید این دستتون رو بکشی. اینجوری کنم. برعکس میزنم. درسته؟ برعکس میزدن. خب وقتی که کشیدی یه لحظه باید نگه داری دستتو که حفار کابلو سفت کنه. حفار رو نگاه کن. اما مثلا حواست باید به نفری باشه که عملیات رهبری میکنه. رهبری میکنه. بهش کن نگه دار. نگه دار تا بهت بگه. اوکی؟ آقا مثلا ما این از این آچار استفاده میکنیم برای باز این کردن بخی... این آچاریه مخصوص این لوله ها که این لوله رو برای ما باز میکنه. ببین این لوله الان من نمیدونم تاریخچه چاه رو نمیدونم، ولی فکر کنم 5-6 سال این باز نشده. نشده. شما فقط تنها وظیفت اینه به ایشون بچسبونیم، به این کمک بدی. بریم. آماده این شما؟ خب آقا مثلا یه لحظه بیا. الان شما تک نفری داری همه کار رو انجام میدی، ولی اینجا یه کار تیمیه. تک نفری نیست. آره. 3-4 نفر با هم هر کی یه کار انجام میده. خب اسم این چیه؟ این بهش میگن ایر هوس.
خب چرا؟ برای اینکه لوله رو نگه داره. میگم این 5 سال باز نشده، درسته؟ بله. برای اینکه الان باز کنه زور میزنه این لوله، برای که کج نشه ما اینو نگه میداریم. آقا مثلا سری آچار رو باز کن، برگردون آچار رو، برگردون، برگردون آقا مثلا، برگردون آچار رو به حفاظش بزن، برگرد دوباره محل کار، به حفار اشاره کن که بالا کنه. این جنس لوله ها چیه؟ فولاده دیگه؟ جنسش آره فولاد، آلیاژه، آلیاژه بخصوص. ما باید هدایتش، اینو باید ببندیم این زیر، میبندیم که رزوش خراب نشه. اوکی، کجا میره امام حسام؟ قرار نیست شما کار رو اشتباه کنی، روالا فراموش کنی، لوله رو باید بدی. ببین الان بچه ها رو ببین آمادن، یعنی یکی بلتش آماده است، آماده، یکی همه آمادن که این بیاد تا این کارشو انجام بدن. شما نباید این وسط بچرخی، برم این ور، شما همین ور وای بیز این ور. شما کابلو میگیری میبندی، بعد دیگه به این کاری نداری، میای باز میکنی. یکی پشت اروز ثابت بیسته. یالا بچه یالا، میسم اومده اصلا سیستم تو مهم ریخته. همه چی رو من به هم ریختم، معذرت. مطمئن شو آمسان، مطمئن شو، سریعتر سریعتر، مطمئن شو، برو 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 برو، خوبه. خب آمسان کاری نداشت، بیا باز کن از اون ور. کاری نداشت، دستت تو چی شو؟ نه نه هیچی، این خود انگوشم خیلی عوستو جمع کن، گیره این بود سرم. یا علی آقا مثل اوکم، ماشالله ماشالله. بذارید میسم کمک بده. آقا میسم یه موقعی رو بهت بگم، یه لحظه. ببین این لوله خیلی سال پایین بوده، جریان نفت داخلش بوده، بعضی موقع به راحتی باز نمیشه. قبلی رو دیدی؟ بله. به راحتی باز نشد. ما میایم بهش شوک میدیم. چطوری بهش شوک میدیم؟ وقتی که ترمز انداختیم اون جایی رو که میخوایم باز کنیم چند تا با پتک محکم میزنیم که این شوک بخوره که بتونیم راحت باز کنیم. اگر نتونیم راحت باز کنیم این آچار لوله رو کج میکنه، این لوله دیگه قابل استفاده نیست. محکمتر کافی آقا مثل دستام درد گرفت. این کارو که انجام میدم کار اصلی خودم یادم میره، نمیتونم باهاتون حرف بزنم چون انقدر تمرکز میخواد و قدرت بدنی یادم میره باهاتون حرف بزنم. عذرخواهی میکنم، هر از گاهی یه سوالایی ازم بپرسید. آقا اگر احساس میکنین من الان کار حفاری انجام دادم سخت در اشتباهی، چون من فقط کار اینا رو مختل کردم. خیلی سرعت عمل باید داشته باشی اینجا. بعدم زور بازوی من باید به تب از ایشون بیشتر باشه. اینا همه اگزیته، هیچ ورودی نداره. ما به کجا اومدیم؟ آقا این همونه. وای به قرآن آقا، ما اشتباه نمیایم. این برم الان یو ابل فس زنگ خطر آتیشه، نزدیک فشار بده. بیشتر لطفا در بزنی، در صورت نبودن پزشک با 122 تماس بگیر. من چیکار کنم؟ زنگ بزنیم دکتر بیا؟ نیازی نداریم. ای بفرم
ببین یه حرکت باحالی اینا دارن میکنن. اینا این درهای آب معدنیشون دور نمیریزن، جمع میکنن. بعد تا اونجا که من میدونم، مثلا اینجا رو نمیدونم ولی تا اونجا که من میدونم تو تهران هر 1000 تایی که از اینا جمع بکنی بدی یه ویلچر میدن به افرادی که نیاز دارن. چه کار باحالی میکنن. بعد چرا تحویل میگیرن این کارو؟ ببین توی شکلات خوری ریختن. باری کرد بنویسم دکتر اومدیم تشریف نداشتیم رفتیم. بریم فشار چیزی نیاز نمیدین؟ اکسیژن اینجا هست ها. در ما الان بالا سر یکی از حلقه های چاه داخل خلیج فارسیم که قراره این چاه رو ترمیم کنیم، درسته؟ بله. قراره مته رو وصل بکنیم به این و اینکه بره ترمیم رو آغاز بکنیم دیگه. فقط یه توضیح بدم جانم، این ابتدای ما الان عمق چاه 3250 متره. بله. ما مته رو میبندیم میریم پایین به 3250 متر که رسیدیم ادامه حفاریمون رو انجام بده. بریم آقا. خب این مته رو مته بذار خودم یه سم برگردم. جا داره دقیقا باید جا بزنی. اوکی. این یه ولو یک طرف است، یک شیر ایمنی یک طرف است. شیر ایمنی یک طرف است، داخل لوله ها قرار میگیره. خب که چه اتفاقی میفته؟ اگر یه زمانی به هر دلیلی گاز وارد لوله ها شد این جلوگیری میکنه، این میبنده. بله. حالا برعکسش کن. کدومه این؟ این یه لوله وزنه است که خیلی سنگینه. خیلی سنگینه. برای وزن گذاشتن روی مته است. این مته داره میره از 3250 متر به بعد و حفاری کنه تا چاه رو ترمیم کنیم. بتونیم نفت با کیفیت بهتر رو بیاریم از طرف همه مردم ایران. خسته نباشی. بریم آقا. به قول پدر بزرگم خدا بیامرزش، بگو نون در آوردن سخته بابا. نون در آوردن سخته. نفت در آوردن بیشتر سخته. نفت در آوردن سخته. شما همکاراتون تو قوی ترین مردان شرکت کنن فکر کنم مقام بیارن. نمیارن؟ اینجا استقامت مهمتر. آقا مثلا جان ما داریم به مراحل آخرش میرسیم. خب الان شما با کمک بچه ها این اصطلاح قفل کن رو میگیرین و اینو قفل میکنیم. اینو قفل کنیم از دستگاه هم آزاد بشه دیگه پایین نمیره؟ دیگه پایین نمیره. خیلی مهمه اینو دقیقا قفل کنیم. دقیقاً همینطوری باهاش باید بری. اینا هیچ کدوم نباید شل باشن. این شله. الان ببین نگاه کن. خراب کنی گرد. بسم بیار. حالا این بسم الله نگردان میسم. خیلی آروم میگیره. نگردان. نگردان. بسم با گرفتن داری تأخیر رو تو کار میندازی. بازم شله؟ نه. تمام بسم خسته شدی؟ نه این چیه؟ به کار بچسب. آ اینو باید ببر اینش بشش کنی. میسم سریعتر، میسم سریعتر. ادامه بده. میسم سریع، میسم. سرکاریه؟ حفاری ایستادن نداره. این سرکاریه نه؟ نه برای چی؟ همینجور باید بچرخیم؟ تا باد چه؟ بالاخره چرخیدن یه نتیجه ای داره. درگیجه میگیریم که؟ میسم با حفار در ارتباط. خورمان میتونم بخورم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. یه دونه بود الان نه یه سال شد این یه دونه بود آن دو تا چرا میگه یه دونه دافاتش هم بود گرفتنم نه من میدونم میخوان چه شوخی بدی بکنید نمیرم نه این نه نه آقا نمیرم به هیچ وقت بهتون اطمینان ندارم آقا آقا پا به دیوانه ها کجا برم زیر صفره خود محمد گرفته فوی در من تو نمیشه شیکم زدر گیر کرده آقا بری در بند شما میمونی؟ با دهن پر آدم حرف میزنه؟ درش بیرونه شما باش همینجا تا ما بیا HSE بگیرش نمیاد بیرون بهترین جای دنیا آشپزخونه سلام علیکم حال شما این چی نیست؟ ماکارونی غذا امروز ماکارونیه با همبرگر اینا بوفه بوفه یعنی چی؟ آها. بذار اصلا. آقا. آره دو. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خدا بزرگی کمتون نکنه. آقا حالا هر چقدر میخواییم بریم پله بریم بریم آقا چقدر خوب پسمان مواد غذایی شیشه و فلزات پلاستیک کاغذ و مقوا آقا اینجا هم انواع اقسام نوشیدنی هست وارث هم داره بکنه تبرم اگر میخواید وارث چیه وارث 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 برای اینکه اینجا خیلی نمک بدن تو از دست میدی سلام علیکم حال شما چطوره سیب زمینی بیار آره یه دونه به ما هم بده نکور بک آبی یه دونه همش خوره جداش این دهن خودت ها آچه یالا تمیزش کنی چرا این صدیه محمد اگه گیر کنه گلامش میده دریا که اینا گل حفاری آره نباید اینجوری باشه باید صفت بشه نباید اینجوری باشه این الان این گل داره مثل ژله میشه باید شلتر باشه باید سیال باشه این الان داره مثل ژله میشه اگر اینجوری بشه دیگه خود به خود دولامون گیر میافتن توی چاه خب باید چیکار کنی؟ آبشو باید زیاد مواد میزنیم موادی میزنیم که مخالف ژله شدنه گل از این حالت خارج میکنه این الان مستقیم میره که این برگشتی از کار برگشتی چون ماجرای میلیارد ها پوله بعد قضیه نفت هم هست و حوزه مشترک ما بین ایران و امارات هم هست این قضیه سرعت عمل داشتن خیلی مهمه این گل حفاری الان یه جورایی سفته میگن باید سیال باشه بر همین همه به تکاپو افتادن آقا
کات بده بریم، کمرم درد گرفت. من خیلی خسته نباشه. بله بله مخلصم. چشم چشم. حس یه قهرمان ملی رو دارم. ای ببین واقعا اینایی که کارشون رو دوست دارن و عاشقانه کار میکنن، حالا تو هر قضیه ای تو صنعت نفت حالا یه خود بیشتر، خیلی باید به خودشون افتخار کنن. خیلی کار سختیه، بعدم درآمد تقریبا شاید اکثر مملکتمون بسته به همین نفت داره. به احترامشون. چش کار میکنه آبه. آه سرم سرم. تازه وحشتناکی قضیه از اینجا مشخص. ببین آقا بسم، جایگاهی که ما ایستادیم مرتفع ترین جای کار سکوه. فقط خیلی حواس رو جمع کن، این کار فقط قدرت بدنی نمیخواد. شما قدرت بدنی بالایی داری، ولی اگه قرار باشه فقط با قدرت بدنی استفاده کنی نمیتونی بکشی، چون طول لوله 28-30 متره. سیمت لوله رو شما میخوای بکشی بیاری داخل این انگشتی ها قرار بدی. یه خواهشی که ازت دارم حواستو جمع کن، ولی اگر یه جایی دیدی واقعا نمیتونی بکشی و لوله شما رو داره میکشه به سمت بیرون دکر، ولش کن. ولش کن. این کاری که من الان میخوام انجام بدم کار دکلبانه، یه کار خیلی سنگین، هم علاوه فیزیکی سنگین، هم که خیلی باید تمرکز داشته باشی و تکنیکاشو درست انجام بدی. امیدوارم بتونم این کارو انجام بدم. این کمربندم میبندی به خاطر اینکه روی ارتفاع داری کار میکنی و ممکنه خدای نکردی اتفاقی برات بیفته. میبندی که جونت حفظ بشه. امیدوارم جونم حفظ بشه. من اینو میندازم الان دور لوله. بله. بله. بکشید تا تناب سفت سفت بشه. تناب سفت سفت بشه. اینو یه خورده بالاتر بیارین. آها. لوله این دستتون رو محکم گرفتین. ببینید من دیگه هیچ کمکی بهتون نمیدم. اگر نتونستید ولش کنید. باشه؟ باشه. آماده این؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آمادم. بچه‌ها از پایین گذاشتن. آقای قادری عقبتر، آقا میسم، یا علی. یا علی الهی به امید تو. جک بزن بکش میسم جا، اونو کاری نداشته باش، بازه. جک بزن بکش. یه دونه رو باز کن. نه بذار خودش با پا باز کن. بازه. آه.
آقا مثلم چطوری بود؟ آی دستم. ببین آقا مثلم حواست به من هست؟ نه خسته. چرا دروغ بگم؟ دستم درد گرفته. ببین آقا مثلم در خدمتم. ببین آقا مثلم توی حفاری ایستادن معنا نداره، یعنی تو کار حفاری اگر وقفه بیفته ما الان مخزن مشترکیم، کشورهای همسایه دارن میبرن، دارن میبرن سریعتر، هر کی سریعتر حفاری کنه، سریعتر کار کنه، اون بیشتر میتونه برداشت کنه. مثلا سرعت عمل من رسما صفر بود دیگه. الان سرعت عمل شما علاوه بر اینکه صفر بود، شما فقط یه دونه رو کشیدید و میگید دیگه من نمیتونم. واقعا نمیتونم. آره. ببینید توی عمق چایی که 5000 متر هست، 176 تا از این لوله ها. بعد یه نفر این کارو باید بکنه؟ اینا بعد از الان نیا کن. خب. آها اینو میتونی بگیری؟ تفاوتش تو اون 6 سال آقا نیست. بچه ها به خدا بیننده ها رفقا همه هر کسی داره میبینه این به جان خودم این بازی نیستا. این الان لرزش دستامه. حالا فکر میکنین چند تا دیگه رو میتونیم بکشیم داخل؟ نمیتونم نه. خیلی دیگه بتونم یه دونه. خب من میتونم بهتون بگم بچه ها که این کار رو میکنن هر ساعت چقدر میکشن؟ ساعتی 21 دونه میکشم داخل. واو. گر میدن از دست من. برو دارد هدایتش کنی ها مثلا. برو جلو برو جلو برو جلو برو جلو. ببند ببند. کارکن پایلوت. یه اگه بندازو نمیتونه بکشه. من الان درد بسیار شدیدی توی مفاصل دستم احساس میکنم، چون رطوبت اینجا خیلی بالاست. دو تا لوله بردم، یه دونه لوله گذاشتم سر جاش. اینقدر فشار به روم اومد که تمرکزم نسبت به خیلی چیزا از دست دادم. کار سختیه، خیلی کار سختی بود. آقا بریم، فقط منو میشه یه جوری بفرستی پایین که من مثلا با زبون این میله ها رو بگیرم برم؟ دستام دیگه کار نمیکنه. اشتباه کرد. به جای کنو باز کنه اینو باز کرد. اگر یکی دیگه بالا سرش می بود حتما مشکل ساز می شد. این با ضربت می زدش. خیلی با ضرب بدی هم می زنه. کم آوردم، حسابی کم آوردم. ما هم آخو اومدیم هر شغلی رو انتخاب کردیم یکی از یکی داره سخت‌تر میشه. آقا یه چیزی که الان بچه‌ها خیلی گله دارن صحبت کردن با من اینی که این شغل جز شغلای سخت حساب نمیشه. چرا حساب نمیشه؟ من دقیقا نمیدونم چرا حساب نمی کنن این شغلو، ولی چیزی که من شنیدم چون میگن اقماریه، 14 روز شما میاین و 14 روز میرین. چه ربطی داره؟ به اندازه 14 روز دوم هم اینا دارن کار میکنن. این دیگه با مسئولینه، یعنی با ماها نیست. ولی واقعا اینو میتونم بهتون بگم، کسی که توی
حفاری بازنشست بشه واقعا با آرزوهای متفاوت بازنشست میشه. اکثرا آلتروز، دیسک کمر، مشکلات فیزیکی براشون ایجاد میشه. هر کشوری که سرعت حفاری بالاتری داشته باشه، متراژ حفاری بالاتری داشته باشه، زودتر به تولید نفت و گاز میرسه. تنها صنعتی که موقعی که انقلاب شد، تنها صنعتی که هنوز خارجی ها بودن، این صنعت حفاری بود که وقتی گذاشتن رفتن فکر میکردن دیگه به کل صنعت نفت میخوابه. چون اگه حفاری وجود نداشته باشه، یواش یواش پالشگاه، بعدش پتروشیمی، گاز، اینا تعطیل میشن. ولی همون موقع هم بچه های حفاری نذاشتن این صنعت بخوابه. نمیریم اینجا؟ این نیاز به جدولی هم کن. این همه اتاق هست که من دوست ندارم. آقا یه لحظه اجازه بدید. نه یه لطفا. من خودم بکشم اینجا و از اینجا. نه یه. زرم. سرده گوشه زرم. این چه رو بزنم گذاشتن اینجا؟ بابا یه دقیقه نه یاد گفتم یو عبد عبد شکست نکنم شکست نه دو پایی باید بری روش بابا نه شکسته آقا بریم برو بیرون برو 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 نمیخوام اصلا خودم بکشم برو آقا جو موزونیم بابا میز اتو دارن جانم بفهمه جیمیل داریم اینو ماشینه رخشویشونه احتمالا خوش کنه پودرای لباسشویشونه اینم که اینه فکر کنم سشوارشونه آخه همه جا اینجا اگه دقت کنیم بودا نه والا چیزیه تحلیه هواه چیزی سشوار نیست دارن همه چی دارن اینجا آه اینم دفترچه یادگاری جونه سلام خسته نباشید دوست عزیزم اومدیم تشریف نداشتید رفتیم ببین من به چانه خودم گوش بده این جمله‌ای که مثلا می نویسن مثلا اسم یارو رو میگن میسم عزیز اومدیم تشریف نداشتیم رفتیم یعنی چی رفتیم آخرش یعنی چی مثلا من انتظار داشتم بمونیم کلاه ایمنی هم باید ببرم؟ آره همه چی اینجا دیگه فول ایمنی هست میزم مسیرت بله. مسیرت از اینجا هست بری بالا اون قهوهی بالا بالایی رو میزنی بله. به کرن کرن اونجا بعد بهش علامت میدی که اوکی زدی نگاه کن اوکی تموم شد اوکی آره بعد اون میاره خودت میای اینجا باشه چش برین نه نه برین من میرم دیگه دیگه آره من برین میرم آقا اینا یه دقیقه استراحت به آدم نمیدن چه کاری خوب برای چی؟ همه چی اینجا گرونه خیلی هم گرونه اینجا گل حفاری هم درست میکنه برای خنک کردن مته و لوله ها نگه داشتن فشار مورد نیاز چاه بالا آوردن کنده های چاه و روان کردن مته و لوله های حفاری و چند تا کار دیگه میسم یالا میسم کارت مختل کردی یالا میسم بهش اشاره بده، به کرن اشاره بده
بزن خودت زیر وای ایستادی من اشاره کردم رو سرت بری کنار. داخل نباید بره بس بسم یه بریدن ساده است چرا انقدر زمانش میدی بسم نباید نایلون بره داخل ها فقط همون ها باید ریخته بشه اگر بریزی خودت باید بری درش بیاری ها کامل جمعش کن مطمئن شو هیچ نایلونی نیست بسم گوش میدی آره خب چرا کار خودتو میکنی نایلون نمیرسی مطمئنی آره برو چک کن ببین چیزی آشغال نباشه اگه باشه باید با دست برداری با بیل کمک بده با بیل کمک بده کامل تمیز شو میسم نیفتی توش پشت سرت میسم میسم جان یه دونه زدی 200 تا باید از این بزن میتونی یه دونه بدی بیا بالا زنگ تفریح ندارم کم آوردم خدا وکیلی کم آوردم بسم کار مختل کردی ها الان یه دونه زدی نیم ساعت اونجایی حفاری نمیتونه منتظر تو باشه من میام شما بریم من میام یه هست بچه های آمار بگیریم جای پیچوندنشون کجاست من واقعا که آوردم وای من نیستم آقا آقای رشیدپور میخواد منو بندازه از این بالا تو دریا هر کاری میخواد بکنه بکن آقا من دیگه نیستم خدایی دیگه نیست از بزرگترهای جمع هم معذرت میخوام توی 90 یعنی از خاک ایران 90 کیلومتر اومدیم به سمت امارات روی دکل حفاری سحر هستیم برای سحر دو تنها جایی هم که من الان تونستم خودم و گروهم استراحت کنه و خنک بشه اینجاست این آقای رشیدپور پدر من یکی رو در آورده یعنی به محضی که میبینه من یه لحظه بیکارم یه کاری به این برای من جور میکنه و من که عبی باره انجام بده کارهای اینم به خدا سخت سنگینه نمیشه این کار رو بکنیم ما یه چند لحظه اگه اجازه بدین استراحت بکنیم تا آقای رشیدپور پیدا نکرده ما رو تمام زحمت ها و تمام اتفاقایی که شما دیدین به خاطر همین مرحله بود که این مته و این میله ها شروع کنن به چرخیدن و عمق چایی که قبلا حفاری شده رو افزایش بدن تا کیفیت نفتی که میاد بیرون بهتر باشه با شن و این چیزا دیگه بیرون نیاد الان هم خدا رو شکر داره میچرخه و امیدوارم چرخ صنعت کشورمون هم بهتر بچرخه خسته نباشیم خسته نباشیم بریم نیست همه اگه بخوام توی یک روز روز کاریش بسنجم نه به ذرا حفاری نمیکنم میسم هر کاری رو که بهش سپردیم انجام بده یک بار یا دو بار میتونست انجام بده در صورت این کار رو بچه های ما تو تکرار انجام میدن یعنی ممکنه یک شخصی 12 ساعت همین کار رو تکرار بده یعنی میسم یه بار انجام میداد دیگه تموم بود میسم خالی میکرد بدنش و میافتاد و میخواست از زیر کار دره برای همین من فشار میذاشتم که نه کارو انجام بده اگه بخوام بهش نمره بدم تو این کار از 20 نمره من این 20 نمره رو تقسیم بر 3 قسمت میکنم من پس ایمنی از 5 نمره بهش نمره 1 میدم چون چند جا واقعا نزدیک بود حادثه ساز بشه علاوه بر اون که اصلا ریتم بچه های ما رو به هم زده بود یعنی بچه های ما میسم اومده بود با اینا کار میگه بچه ها ما میترسیدن میسم براشون حادثه ساز نشه
از لحاظ حس مسئولیتی که نسبت به این کار داشت، من از پنج نمرش پنجم میدم، چون واقعا با علاقه کار میکرد. از لحاظ توانایی انجام کار و بازدهی کارش من بهش 4 میدم، یعنی مجموعا از 20 بهش 10 میدم. همین 10 هم یه جوری با ارفاق بهش دادیم. اگر دوباره برگردی به همون سالهای اولی، دوباره همین کار رو انتخاب میکنی؟ نه. چه کاری انتخاب؟ خب من الان دارم مقایسه میکنم. من اکثر مواقع خونه نیستم. من تولد بچه‌مو خونه نبودم. خیلی از مراسمایی که هست، مراسمای فامیلا نیستم. مراسمایی که رسمی کشورمه نیستم. آخه اینجا یه چیزش جالبه، وقتی که میگم من سر کارم، میگن خب امروز جمعه است. از من میگه مگه جمعه نیست؟ یعنی دیدشون به این صورته. ولی در مقابل سختی و فشاری که ما داریم اینجا تحمل میکنیم، هم از لحاظ مالی تأمین نمیشیم و هم از مسائل دیگه. من همیشه 16 روز 15 روز سر کارم. آرش یه چیزی بهت بگم، اینه که بابای منم اقماری بوده، فلاتگاره بوده دیگه. درسته. آینده پسر الان منم، در بهترین حالت انشاءالله همینطوره. چون ما یه مسئله‌ای که هست، فقط توی... میتونم بگم که بابا جوونیاتو دارم میبینم، ببخشید معذرت. خیلی وقتا یادمون میره به خیلی ها بگیم خسته نباشید. خیلی وقتا یادمون میره به خیلی از آدمایی که کنارمون هستن بگیم دوستتون داریم. من پدرم زنده است، ولی کم بهش گفتم دوستت دارم. پدر دوستت دارم، منو ببخش، حلالم کن، من بچه خوبی برات نبودم، پسر خوبی نبودم، اذیتت کردم، حلالم کن. الان که اومدم اینجا شرایط کارتو دارم میبینم، میبینم خیلی بهت بدهکارم بابت همه روزایی که بدون ما اینجا این همه سختی کشیدی و تنها بودی. ازت عذر میخوام، حلالم کن. بچه هایی که دریا دارین کار میکنین، دمتون گرم. من به نمایندگی از تمام بچه هاتون میگم خسته نباشید، خیلی مردین. به همسراتون هم خسته نباشید میگم، اونا هم شیر زنن، خسته نباشید. آقا خیلی مخلصیم، خداحافظ شما. خداحافظ. بفرست من برم، اگه ما رو ندیدین حلال میکنیم. اوی 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 آقا خیلی زحمت دادم و ببخشید، شرمنده. خداحافظ. خداحافظ. من دیگه نمیتونم بیام اینجا مسلمن، شما ها بیان پیش ما. یه جورایی دلم گرفت،
دوستشون داشتم، آدم های باحالی بودن، خسته نباشن. غروب غم‌انگیزی شد.